خب بر اساس مطالعه هایی که انجام شده، زمین شناسان معتقدند که حدود 200 میلیون سال پیش در سطح کره زمین یک خشکی واحد و بزرگ وجود داشته. یعنی فقط یه دونه خشکی بوده، این همه تکه تکه قاره های مختلف نبوده، که اطراف اون رو یک اقیانوس بزرگ فرا گرفته. ببینید توی شکل یک گفته تصویر خشکی پانگا و اقیانوس پانتالاسا. پس بدونید اون خشکی واحد بزرگ که بهش میگن اسمش چی بوده؟ پانگا بوده. و اون دریای بزرگی که میگن اطراف این خشکی رو فرا گرفته پانتالاسا بوده و این خشکی هم پانگا اسمش بوده. خب میلیون ها سال بعد این خشکی بزرگ به دو بخش کوچکتر تقسیم میشه. ببینید بخش های کوچکترش رو، این اسما رو بلد باشید بچه ها، بخش های کوچکترش رو توی این شکل براتون نشون داده. دو تا بخش میشه، یکیش لورازیاست و یکیش هم گندوانا. این دو تا بخشی هست که وقتی میلیون ها سال بعد این خشکیه شده دو تا خشکیه کوچکتر، بین اونها رو دریای تتیس پر کرده. ببینید بین این دو تا خشکیه میشه دریای تتیس، یعنی اون پانتالاسای اولیه باز اونم دو قسمت میشه و بین این دو تا خشکی رو پر میکنه که اسمش میشه چی؟ دریای تتیس. گفته موقعیت خشکی های لورازیا و گندوانا و دریای تتیس. خود را بیازمایید. هر یک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بودند؟ خب بچه ها اگر دقت کنید متوجه میشید که لورازیا شامل چی میشه؟ آسیا و آمریکای شمالی میشه. گندوانا هم شامل آفریقا، آمریکای جنوبی، استرالیا، هند و این قاره ها میشه. خب با گذشت زمان دوباره هر کدوم از این دوتا خشکی، یعنی لورازیا و گندوانا، هم خودشون به قطعات کوچکتری تبدیل میشن و بعد از اینکه جابجا میشن قاره های امروزی رو به وجود میارن. خب از شکل الف براتون گفته 80 میلیون سال قبل. ببینید 80 میلیون سال قبل مثلا آمریکا و آفریقا به هم نزدیکترن. هند رو ببینید کجاست؟ هند اینجا این پایین قرار گرفته، هنوز نیومده به آسیا، اینجا که آسیا هست وصل بشه. و آمریکای جنوبی و آفریقا هم هنوز خیلی از هم دور نیستن. خب میبینیم بعدش 50 میلیون سال قبل چه اتفاقی افتاده. ببینید هند اومده بالاتر و وصل شده به یک سری سرزمین هایی، آفریقا و آمریکای جنوبی از هم دورتر شدن. و بچه جالب اینجاست، ببینید آمریکای جنوبی و شمالی هم از هم جدا هستن، به هم وصل نیستن. توی شکل بالایی هم از هم جدا هستن و به هم وصل نیستن. خب بعد حالا قاره های امروزی، ببینید هند اومده وصل شده به آسیا، آفریقا هم باز اومده بالاتر و اینجا آفریقا هم اومده بعضی جاهاش به آسیا وصل شده، هند کاملا وصل شده به آسیا، آمریکای جنوبی به آمریکای شمالی وصل شده و اینجا استرالیا یکم حرکت کرده به سمت بالا که اینجا میبینید که استرالیا هنوز وصل نشده، یعنی به سمت بالا حرکت نکرده و هند و آفریقا هم از آسیا تا حدودی فاصله دارن که بعد توی این شکل که قاره های امروزی هستن دیگه به هم وصل شدن. خب آیا میدانید اولین بار بیش از یک قرن پیش دانشمندی آلمانی به نام آلفرد وگنر با مطالعه و مشاهده پدیده‌های سطح زمین پی برد که قاره ها نسبت به هم جابجا شدند؟ در آن زمان برخی افراد یافته های وگنر را پذیرفتند و به فکر اثبات آن بودند. در مقابل گروهی از افراد هم در صدد رد ادعای او بودند. آنها علت حرکت ورقه ها را از وگنر می پرسیدند. از آنجا که هنوز نظریه زمین ساخت ورقه ای مطرح نشده بود و علت حرکت ورقه ها معلوم نبود، وگنر در پاسخ به این سوال جزرومد یا چرخش زمین را مطرح می کرد که قابل قبول واقع نمی شد.
بالاخره در سال 1930 میلادی وگنر فوت کرد و 38 سال بعد یعنی سال 1968 میلادی نظریه زمین ساخت ورقه‌ای اثبات شد و یافته های وگنر مورد پذیرش زمین شناسان جهان واقع شد. پس ببینید حرف وگنر درست بوده، ولی چون علتش رو نمیتونسته دقیق بیان کنه نظریهش درست بوده، ولی علتی که برای نظریهش بیان میکرده درست نبوده، به خاطر همین نظریهش رو قبول نکردن. ولی بعدها نظریه زمین ساخت ورقه‌ای مطرح شد، نظریه‌ای که میگه زمین ساخت ورقه‌ای داره، یعنی ورقه های جدا از هم که روی این خمیر شناورن، روی خمیر سست کره. اون که مطرح شد دیگه گفتن آره پس آقای وگنر درست میگفته.